Maş, maş. Beraberan intizami maş. Rab, loh oraya edildiler. Ya kutulanla da. Oraya cahil de alsın. Rab, loh yo. Sence de loh oraya edildiler. Koyalım bu da durumu yukarıda. Maş, maş. عرض اندام کاروان نیروهای ضد شورش در شهرهای بزرگ ایران. در 60 دقیقه امشب میپرسیم آیا حکومت میتواند در آستانه 40 معترضان آبان با سرکوب به اعتراضها پایان دهد؟ آیا سیاست برخورد و ارعاب معترضان کار جمهوری اسلامی را پیش میبرد؟ این سوالمان از دو مهمان برنامه است. پیش از آن هم گفتگویی داریم با یک جامعه شناس که از قدرت سیل گرسنگان میگوید. همچنین در برنامه امشب شاتل روشن نمیشه، در حالی که هر سه چراغش باید روشن بشه. قطع اینترنت در بخشایی از ایران، وزارت ارتباطات دستور گرفتن از بالا را تکذیب کرد. مانع سر راه رهبری احمد آقا بوده، یکیش مجاهدین بوده که میخواستن قصه رو تموم کنن، قصه جنگ هم که تموم کردن. گفتگوی فرزند آیت الله منتظری با بی بی سی. محتوای نوار منتشر نشده جانشین وقت آیت الله خمینی با هیئت متصدی اعدام‌های سال 67 چیست؟ و خاک سپاری نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی، جانشین او معرفی شد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. در آستانه 40 کشته شدگان اعتراضات آبان، حکومت آرایش امنیتی به خود گرفته. نیروهای امنیتی و ضد شورش در بسیاری از شهرهای بزرگ مانور می‌دهند و به گفته ناظران اینترنتی دسترسی کاربران به اینترنت موبایل در بسیاری از شهرها محدود شده. این در کنار موج بازداشت‌ها و تهدید خانواده‌های کشته شدگان نشان می‌دهد که حکومت نگران است. حاکمیت که برای سرکوب اعتراضات آبان به گفته سازمان‌های حقوق بشری صدها نفر را کشت و هزاران نفر را بازداشت کرد، تا کجا برای سرکوب پیش می‌رود؟ قدرت نمایی با زره پوش و پلیس سیاه پوش نقابدار چقدر کارساز است؟ بیشتر در این مورد گفتگو می‌کنیم. ابتدا گزارشی ببینیم از فرین عاصمی با این هشدار که تصاویر این گزارش ممکنه ناراحت کننده باشه. حضور گسترده نیروهای امنیتی در خیابان‌ها. این تصاویر از تبریز به دست بی بی سی فارسی رسیده. اینجا هم یاسوج است، صفی طولانی از نیروهای امنیتی موتورسوار. و اینجا شهریار، مانور قدرت در خیابان. این هم تصویری از منظریه کرج با حضور گسترده موتورسواران و ماشین‌های نیروی انتظامی. و اینجا معالی آباد شیراز است، جایی که در اعتراض‌های اواخر آبان تعدادی از معترضان در آن کشته شدند. اصفهان، دروازه شیراز، چهار دی. می‌بینید که مامورا ریختن تو خیابونو برای پیشگیری. همه اینها در آستانه 40 روز کشته شدن معترضان آبان است. خانواده پویا بختیاری، جوان 27 ساله‌ای که 25 آبان در مهشهر کرج با گلوله کشته شد، همچنان در بازداشت هستند. تعدادی از اعضای این خانواده از جمله پدر و مادر، عموها، خواهر و شوهر خواهر او بازداشت شدند. منوچهر بختیاری و ناهید شیربیشه، پدر و مادر پویا، از مردم دعوت کرده بودند در مراسم 40 روز کشته شدن پویا شرکت کنند. نوجوانی که در خانواده بازداشت شده به نام اشکان بختیاری، پسر عموی پویا بختیاری، ایشون رو دیشب آزاد کردن. ایشون بازداشت ایشون و بازجویی از ایشون ضد میثاق‌های جهانی حقوق بشری و حقوق کودکان. ایشون با یه سن کم در بازجویی قرار گرفتن زیر فشار و همراه با پدر و عموهاش. کسانی که در بازداشت هستن خود ناهید شیربیشه، منوچهر بختیاری، آصف و مهداد بختیاری و منا بختیاری در بازداشت هستن. دستگیری خانواده پویا بختیاری واکنش هایی هم داشت.
آمریکا قویاً دستگیری پدر و مادر پویا بختیاری را محکوم می‌کند و خواستار آزادی آنهاست. اکنون زمان آن است که جامعه بین‌الملل در کنار مردم ایران بایستد و رژیم را وادار به پاسخگویی کند. خانواده بعضی دیگر از کشته شدگان هم در روزهای اخیر تحت فشار قرار گرفتند. شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی از کشته‌های اعتراض‌های سال 88 و دختر او مریم هم تهدید شدند. بنا به دستور مسئولان و متولیان امنیتی و قضایی، فراخوان این جانب برای برگزاری مراسم 40مین روز و ادای احترام به جانباختگان اعتراض‌های آبان از سوی من لغو شده اعلام می‌شود. مسئولان به سبب اینکه مسئولیت این یاد بود به عهده مادر داغداری چون من نباشد، این دستور را دادند. هشتگ سکوت، هشتگ دخترم. خبرگزاری فارس مصاحبه‌ای منتشر کرده با فردی که او را از دستگیر شده های شهر ماهشهر نامیده و گفته این فرد و دیگر افراد همراهش در نیزارهای ماهشهر به نیروهای انتظامی شلیک کردند. شیراز شلیک نیروی انتظامی به مردم. در حالی که به نظر می رسد نارضایتی در ایران بعد از سرکوب خونین آبان ماه افزایش یافته، حسن روحانی امروز مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کرد. مردم بیان پای صندوق آرا، و اگرم ما گلهی داریم از کسی، این گله رو نبا گله بکنیم، اما باید مانع حضور ما پای صندوق آرا نشه، یعنی نذاریم که اون باعث شه ما پای صندوق آرا نریم. حالا ممکنه یه فردی مدل ما میخواست اون هم کاندید باشه، الان تو لیست نیست، حالا به هر دلیلی اگر اون نیست ما رو مایوس نکنه، ما رو ناامید نکنه، بریم نفر بعدی را. گفت الاولا فالاولا، حالا اون الاولا نشد، فالاولاش بریم دنبالش، نفر بعدی بریم دنبالش، نفر سوم بریم دنبالش. فضای فوق امنیتی خیابان ولیعهد شهریار. حضور سنگین نیروهای امنیتی در خیابان ها نشان می دهد که مقام ها نمی خواهند که صدای اعتراض دوباره بلند شود. نه اعتراض به گرانی بنزین، نه به اوضاع اقتصادی، نه به سیاست‌های حکومت و نه به کشتارهای آبان. فرین عاصمی، بی بی سی. سعید معیدفر، استاد پیشین جامعه شناسی دانشگاه تهران و نویسنده کتاب جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران از تهران، با ماست. آقای معیدفر، خوش آمدید به برنامه. شما در مقاله در سال 96 نشانه‌های مبنی بر شروع فروپاشی را دیدید در وقایع سال 96. آیا فکر می‌کنید که اعتراضات 98 ادامه اونه؟ اول سلام می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم. عذرخواهی میکنم از اینکه استعلام گرفته به خاطر سرماخوردگی. ببینید، عملا ما با توجه به اینکه در سالهای قبل از اون تا سال 88 شاهد یک جنبش سراسری مدنی بودیم که عمدتا هم بدنه اصلیش طبقه متوسط و همچنین نخبگان جامعه بودند و به هر حال با زیباترین و بسیار شیوه آراسته‌ای اینا تونستن این جنبش رو به صورت خیابانی برگزار کنن و اعتراض مدنی خودشون رو ابراز بکنن و در این حال به شدت خشونت گریز بودن. به همین دلیل وقتی که با سرکوب همه جانبه روبرو شدن، به هر دلیلی این جنبش دیگه نخواست ادامه بده، چرا چون اساساً از درگیر شدن در خشونت اجتناب داشت. نهایتاً عملاً این طبقه متوسط و نخبگانش تا حدی عقب نشینی کردن تا شرایط مناسبی رو برای اینکه مجدداً در عرصه سیاست وارد بشن و بتونن به صورت مسالمت آمیز شرایط جامعه رو تغییر بدن فراهم بشه، که خب دیدیم در سال 92 و 96، البته با کمی نگرانی، به هر حال مجدداً اتفاقاتی افتاد و در این انتخابات انتظاراتی مجدداً به وجود آمد که نهایتاً با سال 96 و انتخاب دوم و چند ماه پس از اون تقریباً میشه گفتش که آب سردی ریخته شد روی انتظارات طبقه متوسط و نخبگان اون، تقریبا مایوس از همه جریان ها عقب نشستن. از سال 88 به دلیل اینکه سیستم به هیچ وجه حاضر به تغییر
در سیاست‌های خودش نشد، نهایتاً پیشبینی می‌شد که با بحران کارآمدی روبرو بشه و این بحران کارآمدی آثار و عواقب خودش رو در روی بخش‌های محروم‌تر و حاشیه‌ای‌تر جامعه ایجاد بکنه، ضمن اینکه طبقه متوسط رو هم دچار یأس و ناامیدی کنه و از اینکه بخواد تغییرات رو مدیریت بکنه، نظم بده، برحذر باشه. نتیجهش اون شد که ملاحظه کردید چند ماه بعد از انتخابات 96 و اون میشه گفت همایش سراسری قدرت جامعه مدنی در به اصطلاح انتخابات، چند ماه بعد از اینکه همه چیز در واقع از بین رفت و انتظارات نادیده گرفته شد و پشت سر هم پرونده فسادها، پرونده تبعیضها و پرونده در واقع اعتراضاتی که همه اونها سرکوب شد، همه اینها موجب این شد که نهایتاً تأثیر این ناکارآمدی روی اقشار محروم و حاشیه جامعه خصوصاً در حاشیه کلان شهرها تأثیر عمیقی ایجاد بکنه. ببینید سیاست‌های توسعه روستایی که به شدت غلط بوده از اول انقلاب باعث شده که اون سیاست سرزمینی از بین بره و انباشت‌های عظیمی از جمعیت در اطراف کلان شهرها در واقع به صورت افرادی که تقریباً به لحاظ هویتی زمین‌های اجتماعی خودشون از دست دادن و از نظر اقتصادی هم به شدت در تبعیض و فقر و اینها به زندگی ادامه میدادن، نتیجهش این بود که معلوم بود این جمعیت ها در اولین شرایط برخورد شدیدی خواهند داشت با وضعیت به وجود آمده. در واقع اگر خوب نگاه بکنیم اون چه که اتفاق افتاد، یعنی در اعتراض ها، این اعتراض ها اعتراضات سازمان یافته‌ای نبودند، اعتراضاتی بودند که به صورت واکنشی نسبت به ناکارآمدی، فساد و تأثیرات عمیقی که بر زندگی توده‌های محروم جامعه ایجاد شده بود بود. به همین دلیل بود که در واقع از این طرف این هجوم به صورت واکنشی نسبت به ناکارآمدی و از اون طرف متأسفانه عقب نشینی طبقه متوسط و نخبگان از شرایط تغییر باعث بروز حوادثی شد که ما تو آبان ماه هم نمونه آن رو دیدیم که چه شکل خشونتبار و سرسختی رو ایجاد کرد و نهایتاً هم برای جامعه آثاری رو ایجاد کرد، هم در واقع پیچیدگی اوضاع کشور رو برای آینده بسیار فراهم‌تر کرده. با این اوصاف آقای معیدفر فکر می‌کنید که ادامه سیاست سرکوب و استفاده از قوه قهریه میتونه کارکرد مفیدی داشته باشه برای جمهوری اسلامی؟ ببینید در سال 88 و سالهای قبلش که اون جنبش مدنی طبقه متوسط بود، اونها چون خشونت گریز بودن، وقتی که عوامل سرکوب وارد می شدن، چون بدنه نیروهای سرکوب معمولا از طبقات محروم هستن، خود اینها در واقع جز به همون تودهایی هستن که به اصطلاح به خاطر حذف شدگی، به خاطر مسائل دیگه، نهایتا ناچار شدن که وارد یه چنین به اصطلاح حوزه‌ای بشن، یعنی بیان جزء نیروهای سرکوب. نتیجتاً این که اون زمان این بدنه به عبارتی با این ویژگی‌هایی که عرض کردم، وقتی که میمد برای سرکوب طبقه متوسط میمد میزد و نهایتاً کیف هم میکرد که ما زدیم و یه در واقع بهره‌ای هم میبرد بدون اینکه هیچ نوع واکنشی از سوی معترضین داشته باشه. اما الان فرق میکنه، الان در واقع وقتی نیروهای سرکوب وارد میشن توی اون مناطق در واقع حاشیه شهری و اون مناطقی که خودشون از اونجا آمده هم، اونها دیگه با جنسی که قبلا بود روبرو نیستن، با جنسی روبرو میشن که مثل خودشون در واقع به نحوی خشنن، به نحوی در واقع واکنش نشون میدن، یعنی عکس العمل از خودشون نشون میدن، نمیمونن که صرفا فقط بخورن و صداشون هم در نیاد یا مثلا کنار بکشن. بنابراین یکی از این جهتی که قطعا نیروهای سرکوب از این به بعد با چنین حوادثی باید هزینه های هنگفتی بده،
یعنی به این راحتی نمیتونه بره اون وسط و بزنه و برگرده، اونجا تلفات میده. الان تلفاتی که اشاره کردن بخشش از این راه سرکوبه که قبلا چنین چیزی نبوده. نکته دوم این که وقتی که اعتراضات تمام میشه، این بدنه سرکوب تو محلات خودشون میرن، تو مناطق محروم میرن، اونجا هم میبینه که برای هم محلهیش هم شهریش از جنس خودش مراسم برگزار کردن. نتیجتا این که در واقع از سوی بستگانش، از سوی هم محلی ها و احساس وجدانی خودش هم نهایتا موجب این میشه که اون فرد احساس بدی بهش دست بده. بنابراین بدون تردید اگر این روند ادامه پیدا کنه، نیروهای سرکوب دچار فروپاشی میشن و در واقع اقتدار خودشون رو از دست میدن. بنابراین اینطور نیست، ادامه این مسیر میتونه در واقع سیستم رو با مشکلات جدی روبرو بکنه. آقای محیط فرجایی نوشتید که گرسنگان چنان قدرتی پیدا خواهند کرد که هیچ کس جلودار آنها نخواهد بود. به چه معناست؟ فکر میکنید که آیا این به شکل اعتراضهای خیابانی نمود پیدا میکنه؟ به چه شکلی کسی نمیتونه جلودارشون بشه؟ ببینید، به هر حال ما میدونیم بالاخره این جمعیتی که الان جزء معترضین هستن، اینا در واقع بر اساس اون سلسله نیازهای مازلو در سطوح پایین‌تر نیازها هستن، یعنی نیازهایی که در واقع امکان گذر از اونها نیست. ما ممکنه مثلا آزادی رو فعلا به تعویق بیاندازیم، ما ممکنه مثلا حس ارتباط اون با اجتماع رو به تعویق بیاندازیم، ولی نمیتونیم نیازهای معیشتی و امنیتی خودمون رو به تعویق بیاندازیم. همونجا عکس العمل از خودمون بروز میدیم. بنابراین طبیعی، من این اصطلاحی رو که با کار بردم، وقتی که یک سیستم دچار ناکارآمدی میشه، دچار تبعیض، فساد و فقر و مشکلات معیشتی و امنیتی میشه، نتیجه اینه که اون گروه هایی که در واقع بیشتر این رو احساس میکنن که معمولا از محرومین هستن، اینا تو چیزی رو برای از دست دادن ندارن، نه موقعیتی دارن، نه پوزیشنی دارن. مثلا الان خیلی عظیم بیکارانی که در واقع حالا من میدونم اکثرا تو همین مناطق حاشیه‌ای شهر تهران، یه خانواده فقیره، چند تا بچه بیکار هم تو خونش هست، این بچه ها در واقع اونجا عذاب میکشن، پدر و مادر عذاب میکشه، اون جوان دیگه چیزی برای از دست دادن نداره، چون چیزی از جامعه به دست نیاورده. نتیجه تن اینه که اون فرد تو میتونه مقابله میکنه، میسته. من طبقه متوسط ممکن بود برای آزادی اگر اقدام میکنم یا برای تغییر تحولات اجتماعی اقدام میکنم، این خواسته خودم رو با خشونت به تعویق بیاندازم، ولی در واقع اون طبقات محروم به هیچ وجه در واقع نمیتونن به تعویق بیاندازن. چرا؟ چون اون نیازهای اولیه اونهاست. به همین دلیلی که واقعا اگر بحران کارآمدی که امروز تقریبا به شدت جدی شده در کشور ما و نمونه های اون رو داریم میبینیم و در واقع هر پارامتری که میاد مثلا گران شدن بنزین، اونها رو در واقع نسبت به آینده ناامیدوارتر میکنه، طبیعی است که یک جا این سیل حرکت میکنه. اون موقع دیگه این نیاز به در واقع اون چیزایی که اینها فکر میکنن مثلا میتونن از طریق اینترنت اینا رو کنترل بکنن یا اینترنت رو قطع بکنن یا امثال این نیست. چرا؟ چون دیدیم دیگه تو این حرکت ها اصلا پراکنده بود اعتراض ها، یعنی این مثل 88 نبود که آقا خیابان فلان ساعت فلان شعار ندیم چه نکنیم، به صورت پراکنده گروهی محلی در واقع این اتفاقات میفته و نهایتا وقتی اینها دست به دست هم بده، عملا یک دومینوی میشه در حاشیه کلان شهرها که در واقع با توجه به فقر و گرسنگی حتی میتونه امنیت شهرها و مراکز شهری و به عبارتی مراکزی که در واقع انباشت ثروت هست رو ایجاد بکنه. متشکرم. سعید معیدفر، استاد پیشین جامعه شناسی دانشگاه تهران با ما. اینترنت موبایل در چند استان ایران قطع یا مختل شده. سایت نتبلاکس هم که محدودیت‌های اینترنتی را رصد می‌کند، از افت دسترسی به اینترنت به زیر 50% در ایران خبر داده. محدودیت اینترنت در آستانه مراسم 40 شماری از کشته شدگان اعتراض‌های آبان اتفاق افتاده. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. امروز 4 دی ماه 98 سرعت اینترنت رو به شدت پایین آوردن. در حال حاضر هم اینترنت قطعه و چراغای مودمه.
قطع مجدد اینترنت موبایل ها در برخی استان های ایران. خبرگزاری ایلنا به نقل از یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات گفته قطع اینترنت تلفن های همراه به دستور مراجع امنیتی بوده. بنابراین گزارش، اینترنت تلفن های همراه در استان های البرز، کردستان، زنجان و شیراز قطع شده است. این در حالی است که رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات دریافت هر گونه دستور مبنی بر قطع اینترنت را تکذیب کرده. من فکر می‌کنم در مجموع حداقل در مورد قطع و اختلال در شبکه اینترنت در طول حدود 4 سال گذشته شاید در مجموع 2 یا 3 بار در واقع ادعاهایی که مسئولین وزارت ارتباطات داشتن با حقایق منطبق بوده. در نتیجه گذشته بسیار بدی دارن، غیر شفافی دارن. سایت نت بلاکس هم که محدودیت‌های اینترنتی را در نقاط مختلف دنیا رصد می‌کند، از کاهش دسترسی به اینترنت موبایل‌ها به زیر 50% خبر داده. نگرانی حاکمیت از تظاهرات احتمالی در آستانه 5 دی است که مصادف با مراسم 40 شماری از کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه است. دولت ایران هفته پیش احتمال قطع اینترنت را رد کرده بود. برخلاف برخی ها که نگرانی بیهوده تزریق کردند، به هیچ وجه نه تنها موضوع قطع اینترنت مطرح نیست، بلکه گسترش دسترسی ایرانیان به اینترنت هم مورد تاکید قرار گرفته. ایران در جریان اعتراض‌های آبان هم در اقدامی بی سابقه دسترسی به سرویس‌های اینترنتی را حدود 10 روز قطع کرد. سرکوب سایبری و 80 میلیون نفر در تاریکی دیجیتال. اما آیا اینترنت این بار هم در سراسر کشور قطع خواهد شد؟ الگویی که تا این لحظه ما داریم می‌بینیم همون الگویی هست که در آبان ماه بود. آبان ماه هم اول به شکل مقطعی توی جاهایی که تظاهرات و درگیری بود موبایل رو مختل کردن، بعد اختلال توی موبایل و قطعی موبایل به کل کشور در واقع سرایت کرد. بعد از اون وقتی تجمعات درگیری‌ها بیشتر، امکانات خانگی هم قطع شد. اگر اون چیزی که آقایون بهش میگن امنیت ملی با اون تعریفی که اونا دارن در خطر قرار بگیره، بر اساس این الگویی تا اینجا ما دیدیم، فکر میکنم که باید آماده این باشیم که اینترنت اختلالش بیشتر شه و یا حتی قطع بشه. پس از فروکش کردن اعتراض‌ها در آبان ماه و وصل اینترنت، وزیر ارتباطات از مردم عذرخواهی کرد، اما مسئولیت قطع آن را به گردن نهادهای امنیتی انداخت. مسئولیت خطیر حفظ آرامش و امنیت در کشور با مراجع عالی امنیتیه و تصمیم ایجاد محدودیت در اینترنت در ابتدای نارامی ها به خاطر حفظ آرامش جامعه و مردم اتخاذ شد و به اپراتورها ابلاغ شد. البته آقای جهرومی بعدتر در مصاحبه ای از قطع اینترنت به دلایل امنیتی به عنوان امری عادی یاد کرد که در کشورهای مختلف اتفاق می افتد. در اساسنامه سازمان جهانی مخابرات هم این اومده که کشورها بنابر مقررات قوانین محلی خودشون در زمان بروز مسائل امنیتی ملی میتونن اینترنت رو قطع کنن. حق هم به رسمیت شناخته شده. اما عمدتاً کشورهای آسیایی و آفریقای اینترنت رو قطع میکنند. هند، پاکستان، عراق و روسیه در صدر این فهرست هستند. آیا قطع اینترنت که تا ماه پیش در ایران اتفاقی نادر بود، حالا به بهانه‌های امنیتی به پدیده‌ای رایج بدل شده؟ پرهام قبادی، BBC. آمار غیررسمی کشته شدگان در جریان اعتراضات آبان ماه ایران مدام بیشتر می شود. خانواده های زیادی عزادارند و تحت فشار که اطلاع رسانی نکنند. مریم افشنگ با 2 نفر از خانواده های این جان باختگان گفتگو کرده. صدای تیراندازی میاد برای متفرق کردن مردم. صداهای تیراندازی که تصور می شد برای متفرق کردن معترضان شلیک می شود. اکثرا سر آنها را نشانه رفت. علی رضا انجوی 26 ساله یکی از آنهاست. در روز 25 آبان ماه در صدرای شیراز مورد اصابت گلوله قرار گرفت. در صدرا دارم یکی گلوله بیشتر پسرم. طرف مغازه که میخواست بیاد من بهش زنگ زدم. آن دیدم که صدرشو ببینیم. خودشان رو مومن اینجا اعتراضه بگیرم. بعد داره گفتم به زیدتری. گفت بهش اگه بتونم. بعد از نهاتن دادم بهش گفتم که تو هر داشته بیاره دیگه کن بیا که گفت باشه. بعد دیگه هرچی بهش زنگ زدم جواب ندادم. 4 آذر جسد علیرضا را تحویل خانواده دادند. گلولم خورده بود به صفحه پیشونش. گفتم مادرش هم باید حتما شناسایی کنیم که من اول چون صورتش یخ زده بود خیلی مشخص کنم ولی لباسش که دیدم کاملا مطمئن شدم که پسر خودم. بعد ما تحصیل به نظر خود گفتن که بعد بدون سر صدا برگزار بشه. یعنی مراسم خاکسپاری هم خودشون انجام دادن.
هیچ پولم از من نگرفتن. مغازه علیرضا در مقابل دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد شیراز بود و به گفته مادرش مسیر مغازه تا خانه به گونه‌ای بوده که از هر جا می رفته با اعتراضات مواجه می شده. شکایت کردم چون که از آگاهی 8 ما زنگ زدم گفتم می تونید بیاین برای شکایت. من خواستم اینجا یه فرم پر کردیم. رسیدگی هم دارم می کنیم. در ضمن از طرف استانداری کشتم اومدن خودمون پیدستن و خودم در حال پیگیری از این رسیدگی می کنیم. انشاءالله قاطعش پیدا می شه. علیرضا فارغ التحصیل رشته معماری بود و به گفته مادر پسری آرام و مهربان. دوستش خیلی مسافرت داره. عاشق کارهای کامپیوتری خیلی بود. یعنی یه وقت اگر که یه پروژه معماری داشته بود که این انجام بده تمومش کنه که نمیخواد. در روز 25 آبان در بسیاری از شهرهای ایران شماری از معترضان کشته شدند. این گلوله‌ای که بر بدن برادرزاده من یا همه اون بیگناه‌ها خورد، به نظرم میاد که این گلوله باید بر پیکره اون اختلاسگرایی که بیت المال ما رو غارت کردند، اون آقازاده‌ای که با پول بیت المال به جاهایی رسیدند، اون آقایونی که پول بیت المال را غارت کردند و کشور ما را به این روز انداختند. آرشام ابراهیمی 21 ساله در خیابان رباط اصفهان یکی دیگر از کشته شدگان 25 آبان ماه است. با اجبار ماموران امنیتی در شبی بارانی به خاک سپرده شد. پدر و مادرش که فوق العاده از نظر روحی و روانی دچار آسیب‌های شدیدی هستند، خیلی اصلا قابل توصیف نیست، یعنی چیزی نیست که واقعا بشه بیان کرد که چقدر طرف داره سخت میکشه. آدم باید به دریا رفته میداند مصیبت‌های طوفان رو. به برادرم زنگ زده بودن از اداره آگاهی برای تحویل گرفتن وسایل شخصی که برادر من میگه پس موبایلش کجاست، تلفن همراهش نبوده. وقتی اون افسر که اونجا نشسته بوده، یه افسر به نام کاظمی بوده بود، گفته ما همین را داریم. گفته بود که خب آخه این که به درد من نمیخوره، چطوری شما این وسایل رو دارید ولی تلفن همراهش را ندارید؟ که گفته همینه که از گفته من اینه به دردم نمیخوره، من قاتلش رو میخوام. بعد اون با یه حالت لحن خیلی بدی گفته فرض بکن قاتلش منم، میخوای چیکار کنی؟ یه همچین لحن خیلی ادبیات خیلی بدی استفاده کردم. این لحنی که گفته برادر من گریه کنان برگشته بخونه که این من اینو هنوز به مسئولی نگفتم که این حرکات رو انجام داد. اون افسر که یه حرفای خیلی زننده ای زده، مثلا گفته پدر خانم منم یه گاوداری داشته و تو گاوداری کشته شده و ما پیگیری کردیم، اونو شهید اعلام کردن، شما را هم همین کارا بکن پیگیری کن شهید اعلامش کن. و این ادبیات فوق العاده ما رو بیشتر رن. یا مثلا آقای عباسی دیدین که گفته بود نظام هجامت شد، یعنی خونه بچه برادر من کسی بود. واقعا من به خدا نمیدونم چی بگم، واقعا این حرف ها بیشتر رو دمو زنج میده. هم از این که دلجویی بکنم، هم از این که بیان دکن چی شده فلان، به دلجویی حرف ها رو میشنمی واقعا اصلا آدم از هم میپاشه، روحی مغز همه چیز آدم از هم میپاشه. به گفته عموی آرشام، خانواده شکایت از دستگاه قضایی را بیفایده میدانند و تا به حال هم شکایت نکردند. آقای ابراهیمی میگوید خودش جانباز 70% جنگ ایران و عراق است، تعزیه خانی و مداحی هم میکند و برادرش یعنی پدر آرشام 8 سال در عراق اسیر بوده. دوستش به پدرش کمک کنه که خب پدرش هم شرایط خوبی از نظر جسمی و روحی نداشت، از به خاطر اینکه آسیب دیده یه جنگ بود شرایط خوبی نداشت و الان هم نداره و گاهن و نوعاً بعضی موقع ها شاید 20 عدد قرص مصرف میکرده و 20 دونه قرص میخورد تا بتونه شرایط عادی داشته باشه. هر چند وقت یک بار آمار جدیدی از افزایش تعداد کشته شدگان خبر می‌دهد. فارغ از اعداد، هر کدام از کشته شدگان نشان از غم و اندوه خانواده‌ای داغدار است. مریم افشنگ، BBC.
برای گفتگوی بیشتر ناهید فرهاد، فعال حقوق بشر از نیویورک با ماست. خانم فرهاد، معتقدند که وضعیت در ایران به گونه ایه که با وجود تمامی بگیر و ببندها، کشتار و قطعی اینترنت، عمر جمهوری اسلامی به پایان رسیده. و داریوش سجادی، روزنامه‌نگار که از تهران به ما پیوستن، آقای سجادی معتقدند اعتراضات اخیر اغتشاش بوده و برخورد با اون وظیفه اجتناب ناپذیر هر حکومتیه که اولویت امنیت رو در صدر اهدافش ترسیم کرده. خوش آمدید به برنامه هر دوی شما. خانم فرهاد، با شما شروع بکنیم. چه نشانه هایی میبینید مبنی بر اینکه علی رغم همه بگیر و ببندها و کشتارها، جمهوری اسلامی به پایان عمرش نزدیکه؟ ببینید، اجماع جهانی بر علیه جمهوری اسلامی شکل گرفته. 40 سال کمپین دروغ گفتن، ریاکاری و کشتن مردم و همین قطع اینترنت که دیدیم، این سیستمی بوده که همه این 40 سال بوده، چه اون زمان که اینترنت نبود چه تا الان. یعنی همیشه سانسور درست کردن، فیلتر درست کردن و نشون ندادن اون چیزی که در ایران داره میگذره. این کمپین به سر رسیده، اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی شکل گرفته، سیاستمدارا و مردم دنیا، در مردم اسلامی ما در خارج از ایران و داخل ایران ماهیت این حکومت رو میشناسن. این بزرگترین نشون است که زمان برای جمهوری اسلامی به سر اومده، چون تا زمانی که میتونستن دروغ بگن، ریاکاری بکنن، در داخل و خارج از کشور کارهای شرارت آمیز بکنن، آدم کشی بکنن، خب میشد متصور بود که یک زمانی دارن. زمان به سر رسیده. به علاوه آگاهی مردم ایران بسیار بسیار بالا رفته، هم آگاهی اجتماعی هم آگاهی در امر مبارزه و خیابان. ما 100 ساله که برای گذار به دموکراسی در حال جنگ تاریخی هستیم، برای نبرد تاریخی هستیم. 40 سال گذشته از سیاه‌ترین این 100 سال بوده و خیلی تجربه ما رو بالا برده، انواع سرکوب‌هایی که جمهوری اسلامی کرده. بنابراین در مجموع عواملی که وجود داره نشون میده که جمهوری اسلامی زمان زیادی برای حفظ این وضعیت نداره. آقای سجادی، شما چه فکر میکنید؟ به نظر میاد که شما معتقدید که حکومت ناچار بوده، وظیفش بوده که با این اعتراضات برخورد قهرآمیز بکنه. بله، سلام عرض می‌کنم خدمت ابتدا به ساکن. من قبل از هر چیز یک توضیح بدم. ببینید، یه اصطلاحی هست میگن که الفاظ گرسنه معانی هست، نه آبستن آن. به این معنا که معنا را به لفظ باید خوراندن که از دل آن زان. این که با کلمه اعتراض و اغتشاش این وسط به نوعی بازی میشه، اینجا یه مقدار من به اول توضیح بدم. واقعیت قضیه اینه که در بدو ماجرا بعد از افزایش قیمت بنزین، یک اعتراض کاملا مدنی شکل گرفت که قابل تحمل طرف حکومت بود. اما متاسفانه بعد از اینکه رادیکالیسم پمپ شد با اون اعتراضات، اونم از چه طریق؟ اتفاقا من به عنوان کسی که در اون مقطع در آمریکا بودم و دنبال میکردم مواضع رسانه‌های خارج از کشوری و حتی بی بی سی و من و تو و دیگران، وقتی با بالا گرفتن اعتراضات مدنی رسانه ها اومدن تریبون رو در اختیار نیروهای برانداز و ساختار شکن قرار دادن در خارج از کشور و اعتراض مدنی مردم رو مصادره کردن به نفع ساختار شکنی، از اونجا بود که رادیکالیسم پمپ شد و این رادیکالیسم پمپ شدن باعث شد که اون اعتراضات تبدیل به اغتشاشات تخریبگرانه بشه که 400 تا بانک آتش میزنن، بیش از 400 تا بانک تخریب. در تصاویری که منتشر شد دیدین که ماشین ها بدون هیچ آسیب زدن به چیزی در بزرگراه متوقف شده بودن و نیروهای امنیتی اعدام به شکستن شیشه های. این دیگه از این مدنی تر که نمیتونستن معترضان اعتراض بکنن. چرا به اونها حمله شد؟ ببینید، مبنای قضاوت، حالا این تصویری که قطعاً تو این اعتراضات پیشم میاد نیست. ببینید، من به عنوان یک تحلیلگر سیاسی، خانم فرهاد به عنوان یک تحلیلگر سیاسی، آفت برامون که بر اساس غیظ و نفرت و عواطف تحلیل کنیم. من به عنوان یک پزشک در پزشکانی وقتی جسد رو بهش تحویل میدن، جسد رو مویه بر سجه براش نمیزنه، بلکه کارشناسانه آنالیز میکنه، آتومی میکنه تا علت مرگ پیدا کنه. در تحلیل مسائل سیاسی هم من متوجه هستم که گروه های زیادی متنفرن، قیزن از جمهوری اسلامی، اما این بیرون از فضای سیاسته. فضای سیاست که میگه عاطفه و اخلاق جای خودشو داره، اما اینجا ما قرار نیست که بر اساس شیدایی نفرت صحبت کنیم. مهمان قبلی شما فرمودن، اشاره کردن به حرم مزلو که حرف درستی هم هست، منتها جامپ کردن یه مسئله. ببینید، بر اساس همون حرم مزلو، اولین اولویت برای هر حکومتی، چه دیکتاتوری چه دموکراسی، امنیته. و هر حکومتی موظف میدونه خودش رو در اولویت خودش امنیت شهروندان رو تامین کنه. و این چیزی بود که متاسفانه در هیچ ادبیاتی، در هیچ ترمینولوژی
آتش زننده بانک رو معترض نمیگن، اقتصادش کرده. خانم رینپور، شما در لندن زندگی میکنید، طرفداران لیورپول رو به پول وقتی بعد از بازی میزنن شهر رو تخریب میکنن، پلیس به انگلستان آیا به نوش شیر نمیده؟ قتل مسلم اونا برخورد میکنن. آقای سجادی، ولی کسی هم نمیکشت. نمیکشت. حالا ببینید بحث شدت آشوبه. بنده در آمریکای زندگی میکنم که مهد آزادی و دموکراسی، اما همون آمریکا وقتی امنیتش به خطر افتاد در 11 سپتامبر با قانون پاتریوت اک تمامی حقوق مدنی و آزادی مردم رو متصادره کرد، مردم پذیرفتن چون امنیت به خطر افتاد. بنابراین من میخوام بگم که اقتصاد ساکن اجازه بدید آرزو اندیشی های خودمون رو لحاظ نکنیم در سیاست گذاری های خودمون و تحلیل های خودمون. سرکار قانون فقط پیش بینی کردن که حکومت داره در آستانه شه. این پیش بینی رو من نمیخوام رد کنم یا قبول کنم، اما فکتایی که شون دادن فکتای کارشناسانی نبود که بر اساس اون بشه باور کرد این حرف رو. چرا؟ چون بدنه اجتماعی علارغم همه اعتراضاتی که داره در تحلیل نهایی یک حکومت زمانی به فروپاشی نزدیک میشه که پیوند عاطفی بین شهروند و حکومت از بین بره. قدر مسلم من نمیدونم چرا تو این قضایا یک بار هم نشد که بیان روی گله اصلی دست بذاریم. آقای ترامپ وقتی صراحتن از برجام اومد بیرون و رسما اعلام کرد که از طریق تحریم ها میخوام آشوب در کشور را بندازم، ولایت عربستان رسما اعلام کرد که میخوام جنگ رو به داخل ایران بکشیم، چرا یک بار اعتراض نمیشه که آقای ترامپ پات از گردن مردم برداره وقتی رسما اعلام شده برای این برخوردهای آشوبگرانه؟ خانم فرهاد، شنیدید صحبت آقای سجادی رو؟ معتقدند که هر حکومتی براش امنیت در اولویته و به همین دلیل هم از دید ایشون اغتشاشگرا باید باشون برخورد میشد. بله من شنیدم، من متاسفم واقعا این حرفا رو میشنوم، واقعا متاسفم. اینقدر مغلطه، اینقدر ریاکاری، اینقدر بی‌شرمی. من واقعا متاسفم، من به هیچ کدوم از صحبت‌های ایشون نمیتونم جواب بدم. ایشون مسائل بسیار متعدد و بی‌ربطی رو مطرح کردن با نادیده گرفتن وجدان انسانی، با نادیده گرفتن حقایقی که 20 روز یک ماه ازش نمیگذره دارن توی چشم مردم نگاه میکنن دروغ میگن. من چی باید بگم؟ شما دونه دونه بگید من جواب بدم. اصلا واقعا به نظرم زشت جواب این صحبت ها رو بدن. اینا توهین به شعور منه، توهین به شعور میلیون ها ایرانی هستش. فرهاد، بحث کارشناسی در جریان، آقای سجادی نکاتی رو گفتن، شما دوست داریم که نظر شما راجع به نکاتشون بشنویم. ایشون از احساسات و عواطف صحبت میکنه و چیزی که من تحلیل من رو بر مبنای احساسات و عواطف میدونم، ولی صحبت های خودشون کاملا احساسی و عاطفی و من مجبور میشم اینطوری جواب بدم. به خاطر اینکه صحبت‌های من مبنی بر اینکه وقت جمهوری اسلامی تمام بر مبنای احساسات و عاطفه نیست، بر مبنای فقط آقای سجادی اینه که عده‌ای به بانک‌ها حمله کردن، به اموال عمومی حمله کردن، آسیب رسوندن و هر حکومتی موظفه که از امنیتش دفاع بکنه. آقای سجادی در 11 سپتامبر رو مثال میزنن و رفتاری که رخانی که آمریکا تو کنگره تصویب کرد برای امنیت خود مردمش دست به سری اقدامات زد و با دشمن خارجی مواجه شد. اینو مقایسه میکنن با اینکه جمهوری اسلامی با تیر مستقیم شلیک میکنه به قلب و مغز مردم، به با سلاح جنگی، با تانک و با قناصه وارد شهرها میشه. بعد بانک رو مثال میزنن. مگه ما الان تحقیقاتی داریم در ایران؟ کمیته حقیقت‌یاب مستقلی تشکیل شده؟ اصلا ما نمیدونیم که کی این بانک ها رو آتیش زده. ضمن اینکه خیلی از فیلم ها وجود داره که نشون میده نیروهای امنیتی خودشون دارن این کارو میکنن. جمهوری اسلامی هم مسبوق به سابقه هست در این امر خرابکاری کردن و در واقع به خشونت و انحراف کشیدن اعتراضات مسالمت آمیز. همه اینها به کنار، اصلا مردم چندین بانک رو آتیش زدن. این حق مردمی که اختلال ایجاد کنن، حق مردمی که حقشون رو بخوان، حق مردمه که در مورد اینکه وقتی نونی تو سفرهشون نیست، آزادی تو زندگیشون نیست، وقتی تمام زندگیشون حسرت و مرگ و تباهیه، بیان و فریاد بزنن و بانک آتیش بزنن. معلومه حقشونه، پس باید چی بگن؟ مردم چجوری باید صداشون رو بلند بکنن؟ و همین ها رو که شاید چندین مورد معدود هم بیشتر نبوده و بقیه‌اش کار عوامل حکومتیه و هزاران فیلم وجود داره، شاهد واسش وجود داره، اینا رو نادیده میگیرن. آقای سجادی، بحث این هستش که بله امنیت رو همه حکومت‌ها باید تأمین بکنن، اما این خط قرمز کجاست؟ آیا مردم حق ندارن به هر شکلی اعتراضشون رو بیان بکنن؟ اصلا آیا امکان ابراز اعتراض مدنی وجود داره؟ من به نوعی پاسخ شما رو خانم رینپور دادم. تا اجازه بدید من یه مطلب رو در ادامه صحبت‌های سرکان خانم فرهاد عرض کنم که کماکان معتقدم ایشون بر اساس فکت‌های جامعه شناسان و پاتولوژیک نمیان جواب بدن. الان میگن که ما من گفتم 400 تا به بالا بانک آتیش زدن، میگن ما اطلاع نداریم که آمار چقدر صحت داره. خب اگر اطلاع نداریم چقدر صحت داره، بچه‌ها بر اساس داوری می‌کنیم و اون طرف متهم می‌کنید. اگر واقعا ابهام داره بنابراین قضیه رو بعد تا رفع ابهام نگه دارید. اما بر پاسخ به فرمایش شما،
ببینید قدر مسلم اینه که همونطور که عرض کردم اعتراض مدنی حق مسلم شهروند و اتفاقا در همین قضیه افزایش قیمت بنزین حق مسلم طبقات محروم بود که اعتراض کنند و به مدنی ترین شکل ممکن هم اعتراض کردند. عرایض قبلی بنده نافی حرفم نیست، مجدد دارم تاکید میکنم اعتراض مدنی وقتی شکل گرفت قابل تحمل بود و خوشخیم بود، اما زمانی که پاب شد رادیکالیسم از طریق خارج از کشور، گروهای اپوزیسیون خارج از کشور، رسانه‌های خارج از کشوری، قدر مسلم در موقعیت رادیکالیسم که تخریبگری شکل میگیره، دیگه هیچ نظامی چه جمهوری اسلامی باشه چه آمریکا، خانم فرات اشاره کردن به قضیه 11 سپتامبر رو نفی کردن. صاحبکار خانم فرات، بنده در آریزونا زندگی میکنم، شما در نیویورک، در قانون پاتریوت اکت آزادیای من و شما رو گرفتن، نرفتن با دشمن خارجی مبارزه کنن. من مردم منطقه پذیرفتن چون امنیت به خطر افتاده و بنابراین حدی یقف برخورد و بحث امنیت. حالا من معترض و نافی این قضیه نیستم که شدت عملیات صورت گرفت، اما از اون طرف توجه داشته باشین حکومت هم بعد از مواجهه با این قضیه و آرام کردن در مقام دلجویی پذیرفت که عده این وسط به صورت بیگناه کشته شدن و حتی فردا از حکومت برای کلیه کشته شدگان مراسم تحریم گرفته شده. بنابراین میخوام بگم که وقتی شهر شلوغ میشه، وقتی خانه آتش میگیره، نیروی آتش نشانی دغدغه له نکردن گلهای شمعدانی باغچه رو نداره، بلکه اولویتش خاموش کردن آتش منزل. خانم فرهاد، حکومت دلجویی کرده از کشته؟ حکومت بی خود کرده. اصلا حکومت چرا باید مردم خودش رو بکشه؟ حکومت یعنی یک عده‌ای که اصلا تعریفش اینه، یک عده‌ای که ما انتخاب میکنیم که بیان به ما سرویس بدن، یک سری سرویس های اجتماعی که شهروند میخواد استفاده بکنه در طول زندگی خودش، سرویس های رفاهی، سرویس های اجتماعی، سرویس امنیت در بُعد داخلی و در بُعد خارجی. و به خاطر اینکه چرخش قدرت حفظ بشه و صداهای مختلف وقت داشته باشن که برنامه های خودشون رو عرضه بکنن، سیستم انتخابات وجود داره. حکومت که اینو هایجک کرده، دزدیده، حق ما رو به بازی میگیره، به رأی میگیره، بعد وقتی که میره اونجا خود ما رو میکشه، بعد اصلا بعد میاد دلجویی میکنه. چه دلجویی! و بعد داریم صحبت‌های عموی آرشام ابراهیمی رو شنیدیم، صحبت‌های تندی که با ایشون همون افسر نگهبان کرده، احتمالاً آرشام رو با گاو مقایسه کرده، با گاوداری صحبت کرده و چقدر عموی ایشون رنجیده بود، گریه میکرد. این دلجویی حکومت بله، و زیادی امنیتی منتشر کرده. ما سازمان حقوق بشری هستیم، با ما تماس میگیرن، سازمان‌های خیلی زیادی هستن، افراد مستقلی هستن که دارن اینها رو پوشش میدن و میبینیم که دلجویی هم نشده، بطن نمک هم بر زخم اینها پاشیده شده. و شما فرض بگیرید که اصلا دلجویی شده، مگر حکومتی که باید در یک بازه مشخصی بیاد خدمتی بکنه و بره، اجازه داره که مردم رو بکشه؟ اصلا میگم این بحث‌ها انقدر خلق مبحث شده که سوال پرسیدنش و مطرح کردنش، چیزایی که مهمان دیگه شما دارن میگن، عادی شده، ولی واقعا اینها غیر عادی، غیر نرمال و شعور بیننده رو زیر سوال بردنه. حکومت بیخود میکنه که مردم رو بکشه که بعد بخواد دلجویی بکنه. بله آقای سجادی، در 30 ثانیه اگه میشه جمع‌بندی کنین لطفا. من اول تاکید میکنم بازم که از لطفاً از این به بعد اگر قرار شد بنده رو دعوت کنید، یه نفر رو اول من با ارادت احترام خانم ناهید بذاریم که کارشناسانه صحبت کنه. من عواطف ایشون رو درک میکنم، اما اینجا بحث کارشناسیه. فقط برای اینکه قسمت سفید قضیه ببینم، ببینید به هر حال یک اتفاق تلخی افتاد که تبعات داشت هم برای حکومت هم برای جامعه، اما اون چیزی برداشت مثبتی که میشه ازش گرفت، ببینید تصمیم به افزایش قیمت بنزین توسط سه قوه انجام شده که دو قوه منتخب مردمه. این نشون میده که اگر تصمیم گرفته شده توسط منتخب مردم گرفته شده و اگر این تصمیم اشتباه بوده، که من میگم اشتباه بوده شیوه اجرا کردنش، متنبه کننده مردمی که در انتخابات بعدی لااقل بر روی کردها و انتخابهای مفیدتری داشته باشن که بر مسئولین در مسجد بنشونن که بتونن با تصمیمات بهتر مدیریت و تمشیت امور مملکت رو انجام بدن. بله آقای سجادی، البته بعضی از ناظران معتقدند که اساساً اون شورای سران سه قوه فراقانونیه و نباید وجود می‌داشته. متشکرم داروش سجادی، روزنامه‌نگار از تهران با ما، و ناهید فرهاد، فعال حقوق بشر. پسر آیت الله منتظری برای اولین بار از محتوای یک نوار صوتی دیگر سخن گفته. از جلسه پدرش با اعضای هیئت متصدی اعدام زندانیان سیاسی در سال 1367، هیئتی که هزاران نفر را به جوخه مرگ سپرد. قبلا هم یک فایل صوتی از جلسه پدرش با این هیئت منتشر شده بود. خانواده آقای منتظری به خاطر مسائل امنیتی محتوای نوار صوتی دوم را منتشر نکرده، اما سعید منتظری فرزند او در گفتگویی با بی بی سی فارسی درباره محتوای این نوار توضیح داده. این دو تا ملاقاتی که بوده، همون ملاقات مرداد و ملاقات دیما، تو کتاب خاطرات ایشون به قلم ایشون و با صدای ایشون که نوارش هم موجوده کتاب خاطرات ایشون، همه اینا هست. یعنی و
قشنگ تو همون کتاب خاطرات میگن که اینا اومدن من دعواشون کردم و بعدا مثلا آقای خامنه ای اومد همچی گفت. تو ملاقات دومی که نوارش پخش نشده همین قصه اینه که آقای خامنه ای اظهار بی اطلاعی میکرده یا من به اینا گفتم مثلا چرا حرفا رو به امام نگفتید، گفتن ما راهی نداریم. اضافه بر خاطرات چیز مهمی توش نیست، اینا همه مستندات خاطراته. یعنی اصلا دلیل پخش نوار صوتی یکیش این بود که بعضی از اینا خاطرات میبرنن زیر سوال، میگفتن خاطرات منتسب به آقای منتظریه. ما با این نوار ثابت کردیم که نه، اینا حرفای خود آقای منتظریه. همکارم امید منتظری در استودیو با ماست و دنبال کرده این موضوع رو. امید، بعد از این انتشار این نوار نقش احمد خمینی پررنگ میشه. آقای منتظری تاکید میکنه که آقای احمد خمینی فرزند آیت الله خمینی نقش پررنگی داشته. دقیقا چه نقشی؟ ببین، یه سند بسیار کمتر دیده شده یا سندی که کمتر به اون ارجاع داده شده، نامه ایه که 15 مرداد سال 1367 احمد خمینی خطاب به قائم مقام وقت رهبری یعنی آیت الله منتظری می نویسه. این نامه ای که احمد خمینی می نویسه در واقع پاسخیه به نامه قبلی آیت الله منتظری که سوال میکنه از آیت الله خمینی که چه کسی مسئول خون هزاران زندانی سیاسیه که اعدام میشن. و احمد خمینی پاسخ میده، پاسخی که نام خودش رو هم در زیر اون گذاشته، که میگه من مسئولیت شرعی این اعدام ها رو میپذیرم. این به این معناست که احمد خمینی در مورد این اعدام ها نقشی بسیار عمده به عهده میگیره. اما یه نکته خیلی مهم در مورد این که این روزها هم خیلی سر و صدا کرده اینه که اون وقت اگر که ما نقش خیلی زیادی برای احمد خمینی تعریف کنیم، پس نقش خود آیت الله خمینی چه خواهد بود؟ واقعیت اینه که در مورد آیت الله خمینی این بحث مطرح میشه که او به لحاظ جسمی حال مساعدی نداشت، اما این هم مطرح هست که آیت الله خمینی حداقل تا پایان سال 67 دیدارهاشو داشته، در مورد مسائل مهم مملکت تصمیم میگرفته، مثل استقلال از دولت‌های خارجی و غیره. این نشون میده که خب اون فتوا سر جاش بوده. به نحوی احمد خمینی خطاب به آیت الله منتظری میگه که من مسئولیت اجرایی رو تقریبا به عهده میگیرم با نامه ای که مینویسه. و آیت الله منتظری هم خودش هم توی خاطراتش بارها اشاره میکنه به این نقش عمده احمد خمینی. جای خطاب به وزیر کشور وقت میگه که احمد، ما فکر میکردیم که ولایت فقیه قراره بر ما حکومت کنه، این ولایت احمد آقاست. و صحبت های شبیه این به گوش احمد خمینی هم میرسه که احمد خمینی بعد از این اونجوری که تو خاطرات آیت الله منتظری آمده ناراحت میشه. و بین این دو دیدار، یعنی دیدار مرداد ماه و دی ماه آیت الله منتظری با هیئت متصدی اعدام های 67، میاد به دیدار آیت الله منتظری، که بد نیست در اینجا صحبت‌های به سعید منتظری رو دوباره بهش برگردیم که توضیحی میده درباره این گفتگو. میگه که اینا از قبل گرفته بودن مرساد، اینا همه بهانه است. یعنی همون موقعی هم که خورد خورد اعدامات صورت میگرفته، من تو حافظم الان دقیقا هست که آقای منتظری و احمد آقا گفته بود بالاخره اینایی که اعدام میشن، اینا بالاخره بستگانی دارن، خواهر دارن، برادر دارن، خاله دارن، بالاخره اینا مسئله دار میشن. احمد آقا گفته بود 5 میلیون که بیشتر نمیشن. منظور ایشون از 5 میلیون چی بوده؟ اینا دیگه خودش باید جواب میداد یا بستگانش جواب بدن که آیا 5 میلیون هم میشه اعدام کرد و نظام رو حفظ کرد، یا ای که 5 میلیون مخالف درست میشه مشکلی نیست. اینا دیگه دنبال بهانه‌ای بودن که اون تصمیم و بالاخره چند تا مانع سر راه رهبری احمد آقا بوده، یکیش مجاهدین بوده که میخواستن قصه رو تموم کنن، قصه جنگ هم که تموم کردن، قصه آقای منتظری هم به طریق دیگه حل کردن. این موانع باید حل میشد تا بالاخره یه نتیجه مطلوب گرفته بشه که خب خوشبختانه گرفته نشد. امید، بیش از 3 دهه از اعدام‌های 67 گذشته، مرحله تاریک و پر ابهام تاریخ جمهوری اسلامی، چرا خانواده منتظری اصل این فایل رو منتشر نمی کنه؟
این قضیه خیلی هم مورد بحثه. من با برخی از خانواده اعدامیان که صحبت میکردم در چند روز گذشته میگفتن اینا به نحوی اسناد ملی محسوب میشه. سالهای سال بسیاری از کسانی که دادخواهی میکردن سر این موضوع میخواستن بدونن حقیقت چیه. خیلی از اون کسانی که به مادران خاوران شهرت پیدا کردن الان دیگه جان باختند، تعداد خیلی کمیشون باقی موندن از این مادران و خانواده های زیادی هنوز میخوان بدونن چه اتفاقی افتاده. اونها برخیشون انتقاد میکردن که حتی اگر آیت الله منتظری همون زمانی که اعدامها در جریان بود ما رو در جریان میذاشتن شاید ما برخورد دیگه ای میکردیم. اما خب امروز خب خیلی روشن آقای احمد منتظری اعلام کردن چند روز پیش که من به هر صورت اگر این فایل رو منتشر کنم این خطر هستش که حکمم به اجرا در بیاد. برخی دیگه میگن که وساطت آیت الله شبیری زنجانی مطرحه که سر این بود. اما یه مسئله دیگه هم هست. اون جور که آقای سعید منتظری امروز توی مصاحبه به ما گفت، خب اگر نام آیت الله خامنه ای در مسئله مطرح شده باشه که بالاخره به عزل شدن یک قائم مقام رهبری انجام میده، این مسئله میتونه از اهمیت بسیار زیادی برای رهبری حال حاضر جمهوری اسلامی برخوردار باشه، به خاطر اینکه اگر اون روایتی که در خاطرات آیت الله منتظری اومده درست باشه که آیت الله خامنه ای در طول اعدام ها بین اعدام مجاهدین و چپ ها میان پیش آیت الله منتظری که چه نشسته این که میخوان چپ ها رو اعدام کنن، آیت الله منتظری به آیت الله خامنه ای میگه که شما مگه خبر ندارین که مجاهدین رو اعدام کردن و ایشون خب رئیس جمهور بودن اون موقع، و میگن که نه من خبر ندارم. و آیت الله منتظری در پایان این روایت می نویسن که من نمیدونم حالا واقعا خبر داشتن یا خبر نداشتن، به هر صورت اعلام بی خبری کردن. این که آقای خامنه ای در موضع آقای منتظری قرار بگیره که به خاطر این مسئله عزل شد از قائم مقامی و امروز در مقام رهبر باشن، خب این خودش یه پرسش ایجاد میکنه. و اگر اون موقع داشتن فریب میدادن آیت الله منتظری رو، نشون میده که خب احتمالاً نقشی در اعدام ها داشتن. به هر صورت این از اهمیت بسیار زیادی برخوردار میکنه، این جلسه دیماه بین آیت الله منتظری و هیئتی که به هیئت مرد که بعداً شهرت پیدا کرد. متشکرم همکارم امید منتظری. پیکر قطب دراویش گنابادی در گناباد به خاک سپرده شد. نورعلی تابنده ملقب به مجذوب علی شاه دیروز در 92 سالگی در تهران درگذشت. دراویش گنابادی سال هاست که زیر فشار دستگاه قضایی و امنیتی ایران اند. آقای تابنده مدتی در نوعی حصر خانگی به سر می برد. مهداد فرهمند گزارش می دهد. با اینکه انتظار می‌رفت از خاکسپاری قطب درویشان نعمت اللهی گنابادی در بیدخت گناباد و برگزاری آیین بزرگداشت برای او جلوگیری شود، پیکر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه با حضور جمع بزرگی از مریدانش در آرامگاه پیران گنابادی به خاک سپرده شد. به خط مبارک خود حضرت آقای مجذوب علی شاه نوشته شده، من با اجازهتون بخونم. در همین مراسم نام جانشین مجذوب علی شاه و قطب آینده درویشان گنابادی نیز رسما اعلام شد. بسم الله الرحمن الرحیم. 221 آقای مهندس جعفری سابق علی شاه بعد از من قطبیت به نظر می رسد این نخستین بار در تاریخ 150 ساله درویشان نعمت اللهی گنابادی باشد که قطبیت سلسله از پدر به پسر یا برادر نمی رسد. درویشان گنابادی در دوران ناصرالدین شاه با اعلام قطبیت سلطان علی شاه گنابادی از سلسله درویشان نعمت اللهی منشعب شدند. از این رو این سلسله را سلطان علی شاهی نیز می نامند. قطبیت این سلسله همواره میان فرزندان و نوادگان سلطان علی شاه جریان داشته. درویشان گنابادی بنابر سنت صوفیانه‌شان همیشه از سیاست دور ایستاده و هیچگاه با حاکمان دچار گرفتاری نشده بودند. حتی پس از انقلاب که بیشتر خانقاه‌ها بسته شدند و فشار بر اهل تصوف به اوج رسید، درویشان گنابادی از آزادی بیشتری برخوردار بودند و حسینیه‌هایشان دایر بود.
نورعلی تابنده قطب سلسله که امروز به خاک سپرده شد، پیش از انقلاب که قاضی و سپس وکیل دادگستری بود، در دادگاه ها عهده‌دار دفاع از شماری از انقلابیون بود که پس از انقلاب به مقاماتی رسیدند. خودش نیز در دولت موقت مهدی بازرگان سمت‌هایی داشت. در این نامه منصوب محمد محمدی گیلانی حاکم شرع تهران در سال 1360 دستور داده شده که آقای تابنده از هر تعرضی مسئول باشد. اما از دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد درویشان گنابادی به صورت مشخص زیر فشار رفتند. حسینی هایشان تخریب و درویشان تعقیب و زندانی شدند. فشار بر این درویشان و تبلیغات علیه ایشان همچنان ادامه دارد. مرتضی فرهمند، بی بی سی. به پایان 60 دقیقه امشب رسیدیم. ممنون از همراهی شما. فعلا خدا حافظ.